سرخط خبرها. محدودیت رفت آمد بین شهرهای بزرگ ایران برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا. استانهای شمالی جلوی ورود مسافران را می‌گیرد. حمله مسلحانه به مراسم سالگرد عبدالعلی مزاری در کابل، دست کم 27 نفر کشته شدند. دومین روز نشست صادرکنندگان نفت برای جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت، مخالفت روسیه با کاهش تولید اوپک را نگران کرده. روی ترکیه و اتحادیه اروپا بر سر سیل آوارگان. اتحادیه اروپا میگوید اردوغان آنها را به اهرم سیاسی تبدیل کرده. سلام، عصر جمعتون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری امروز 16 اسفند برابر با 6 مارس از تلویزیون فارسی بی بی سی. دولت ایران برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا رفت آمد بین شهرهای بزرگ را محدود کرده و از مردم خواسته سفر نکنند. استانهای گیلان و مازندران هم از ورود مسافران جلوگیری می‌کنند. کاهش ساعات کار ادارات تهران هم تمدید شده. وزارت بهداشت می‌گوید در 24 ساعت گذشته بیش از 1200 نفر دیگر مبتلا به این ویروس شناسایی شدند و 17 نفر دیگر جان باختند. مراسم نماز جمعه هم در ایران و شهرهای عراق و مناطق فلسطینی لغو شده. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. برای هفته ها 99% موارد ابتلا به ویروس کرونا در چین بودند. حالا اما شرایط خیلی عوض شده. کره جنوبی، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، امریکا و ایران، اینها تنها چند کشور از کشورهایی هستند که ویروس کرونا به آنها رخنه کرده. بیش از 2 هفته از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران می‌گذرد. مرکز شیوع ویروس در ایران شهر قم بوده، اما هنوز این شهر قرنطینه نشده. دولت ایران اما برای مهار ویروس کرونا در تلاش است. مدارس و دانشگاه‌ها تا آخر سال تعطیل شدند. مقام‌های محلی استان‌های گیلان و مازندران مبادی ورودی به این استان‌ها را بستند. فقط خودروهای حامل سوخت و مواد غذایی اجازه تردد خواهند داشت. استاندار گیلان هم گفت برای کنترل شیوع کرونا هیچ مسافری را در ایام نوروز پذیرا نیستیم. در آخرین تلاش دولت تردد میان شهرهای بزرگ را محدود کرده. از مردم خواسته مسافرت نکنند مگر در مواقع ضروری. اما بعضی از این فرصت برای تفریح استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد این بخش از مردم هنوز جان باختن بیش از 100 نفر که بنابر آمار غیر رسمی بیش از این هاست را جدی نگرفتند. در مواقع این چنینی نیست که گردش اطلاعات درست به کمک مردم می‌آید. کره جنوبی مثلا به خوبی از گردش صحیح اطلاعات به عنوان ابزاری علیه کرونا استفاده کرده. تا جایی که با استفاده از این اپلیکیشن ها به مردم می‌گوید که آیا در منطقه‌ای بودند که موارد ابتلا به ویروس کرونا مشاهده شده. بانک مرکزی کره جنوبی اعلام کرده که حالا حتی اسکناس ها را برای 2 هفته قرنطینه می‌کند تا از شیوع ویروس جلوگیری کند. سازمان بهداشت جهانی هم توصیه می‌کند که به جای پول نقد از کارت بانکی استفاده شود. تا ظهر جمعه 6593 مورد ابتلا در کره جنوبی گزارش شده که از این تعداد تنها 40 نفر جان خود را از دست دادند. در بعضی از کشورها اما کرونا تبدیل به مسئله سیاسی شده. نمونه آن امریکا. حالا دموکرات ها به دنبال سیاسی کردن ویروس کرونا هستند. ایالت های کالیفرنیا، واشنگتن و فلوریدا وضعیت اضطراری اعلام کردند. از 12 مورد مرگ در امریکا، 10 مورد در ایالت واشنگتن بوده. امریکا حالا میگوید کیت لازم برای تست ویروس کرونا را ندارد. 3500 سرنشین این کشتی قرنطینه شده در سان فرانسیسکو به عنوان نمونه منتظر کیت های آزمایش هستند. تنها 100 نفر آنها آزمایش شدند. بعضی از این مسافران بریتانیایی هستند. دیروز نخستین مورد مرگ یک بریتانیایی در خاک بریتانیا گزارش شد.
بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا اما میگوید شرایط تغییر عمده‌ای نکرده. شرایط همان گونه است که قبلا بوده. حالا ما در حال آماده شدن برای به تأخیر انداختن شیوع گسترده هستیم. بریتانیا می‌خواهد به صورت موردی ابتلا به ویروس کرونا را حل کند و دوران اوج شیوع را تا تابستان به تأخیر بیاندازد تا بیمارستان‌ها با تمام شدن فصل سرما خلوت شوند و پیشرفت علمی برای مقابله با ویروس کرونا به کمک کشور بیاید. اما آنچه نه بریتانیا و نه هیچ کشوری نمی‌تواند به تأخیر بیاندازد تأثیر شیوع ویروس بر اقتصاد جهانی است. شاخص بازارهای مهم سهام در سراسر جهان امروز روند کاهشی چند روز اخیر خود را ادامه داد. به نظر می‌رسد اقتصاد کشورهای توسعه یافته حالا بیش از بقیه در خطرند. چرا که تقاضا برای کالاها و خدمات غیر اساسی به شدت کاهش یافته. این کالاها و خدمات عمدتاً در کشورهای پیشرفته عرضه می‌شوند. حالا همانگونه که تهدید ویروس برای افراد سال خورده بیشتر است، اقتصادهای قدیمی و قدرتمند هم بیشتر در معرض خطرند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. آرش علایی، مدیر انستیتوی جهانی آموزش و سلامتی از دوشنبه تاجیکستان با ماست. آقای علایی، خوش آمدید به برنامه. الان مسئله‌ای که مطرحه مسئله سفرهای نوروزی است و خب حالا محدودیت‌هایی هم اعمال شده، ولی خیلی ممکنه فکر کنن که حالا مثلا ما خونمون هستیم، اونجا خودمون رو قرنطینه کردیم، ممکنه بتونیم بریم ویلامون، اونجا بشیم خودمون رو قرنطینه کنیم. فکر می‌کنید ایراد این نگاه چیه؟ ضمن عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم و از سپاس از شما از اینکه وقت به من دادید. ببینید، ما دو تا موضوع قرنطینه داشتیم طی چند هفته گذشته. یکی بحث قم بود به عنوان منبع اولیه که در ایران متوجه شدن که بیماری ویروس کرونا وجود داره که اونجا باید قرنطینه میشد. ولی حالا که گستردگی در تمام کشوره، به خاطر اینکه نزدیک میشیم به نوروز و تمرکز افراد از سراسر کشور به شهرهای شمالی یا شهرهای مثل اصفهان باعث میشه که فاجعه گسترش بیماری در سراسر کشور بسیار بیشتر بشه و به تناسب این خدمات و زیرساختهایی که در نقاط مختلف کشور هست کفافگوی این نباشه. یعنی شما تصور بکنید که اگر مثلا جمعیت 1 میلیون مسافر که هر ساله یا بیشتر به اصفهان میرفته اضافه بشه بر جمعیت خود اصفهان و بعد این جمعیت برگرده سراسر کشور، هم باعث گسترش بیماری میشه، هم احتمال داره طی این 1 هفته یا چند روزی که به اصفهان یا شمال کشور مراجعه میکنن باعث بشه که این افراد مبتلا بشن و اون موقع علامتشان بروز پیدا کنه. زیرساختهای بهداشتی درمانی که در استانهای شمالی هستن یا استانهای مرکزی کفاف و جوابگوی پرداختن به مشکلات بیماری و مردم رو نداره. این شیوع کرونا اولین باری که اعلام شد در ایران خب 30 بهمن بود. الان بیشتر از 2 هفته گذشته. آیا میشه گفتش که نقطه اوج بحران رو ما پشت سر گذاشتیم در ایران؟ به نظر نمیرسه. به نظر میرسه با توجه به آمارهایی که میاد و گسترش بیماری در سراسر کشور، ما هنوز صحبت کردن راجع به این که به اوج رسیدیم فاصله زیاد داریم ازش. و من میخوام برگردم به سوال اولتون اگر اجازه به من بدین. فرمودید که بعضی افراد مثلا شمال ویلا دارن یا فکر میکنن میرن در یک مکان خصوصی آذوقه‌شون هم میبرن. ببینید شهروندان محترم، حرکت شما در هر مسیری باعث میشه که این انتقال بیماری در اون مسیری که شما دارید حرکت میکنید گسترش پیدا کنه. این نیست که فقط بگید شما دورتون یک حلقه شیشه‌ای میذارید و میرید در یک ویلایی که شما دارید. شما از همین که از خانه بیرون میاید باعث میشید که این حرکت ویروس ادامه پیدا کنه. و اگر شما به نقشه‌هایی که از طرف وزارت بهداشت ایران منتشر شده که از نقطه قم تا دورترین نقطه‌های استان‌های جنوب شرقی یا شمال ایران، ما می‌بینیم این گسترش ادامه پیدا کرده. پس مسئول نیستن افراد وقتی که حرکت می‌کنن. متشکرم از شما آرش علایی از دوشنبه با ما. ممنونم.
در کابل، پایتخت افغانستان، حمله مسلحانه به مراسم 25 سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری از رهبران شیعه دست کم 27 نفر را کشته و حداقل 55 نفر را زخمی کرده. گفته می شود قربانیان این حمله همگی غیر نظامی هستند. وزارت امور داخلی افغانستان گفته نیروهای امنیتی محل حمله را از مهاجمان پاک سازی کردند. روین رهنوش گزارش می دهد. رئیس شورای عالی صلح چند ثانیه قبل از حمله: فضا فضای جنگی حاکم بود، اگر در ولایات بود، اگر در ولسوالی ها بود، اگر... مراسم با شلیک های پی هم به هم زده شد. وزارت داخله گفت مهاجمان در یک ساختمان نیمه کار جابجا شده بودند. موقعیت حمله کننده ها و فضای باز محل مراسم افراد بیشتری را در تیررس قرار داد. در این گپ زدن خلیلی بود که اول سه مرمی راکت فایر کرد، که راکت ها میخواست که در بین مردم بزنی، راکت ها سر کرد رفت در بین خانه خورد. بعد از او امرای نمی پیکا همه چه 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 سر مردم فایر کرد. اونم اونجا مردم مثل یک رمه گوسپند رو دیگه در طرف افتیده رای یعنی تلفن های زم مسکین های دمونجا افتیده بود که تلفن هایشان کلش چالان است. یعنی تلفن هایشان هم کلش تلفن های چالان است. از فامیلش زنگ میزنه که فلانی فلانی نیست. برخی از مقام های دولت و رهبران سیاسی از جمله عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و محمد محقق معاونش از این حمله جان سالم به در بردند. همه که برآمده، استاد خلیلی، استاد محقق، خواهیش با تو رو گپ زدم، صلاح‌الدین خان وقت‌تر برآمده، نه همه که برآمده. همه که برآمده از مردم بیچاره کنم جای چی شده نمیفهمم، چرا بسیار بیروبار و چی بود وقت برآمده. ده ها زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند. گفته شده همه قربان ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان بودند. جایی که حمله اتفاق افتاده اندک دورتر از اینجاست که ما اجازه نزدیک شدن نداریم، با وجود از این که 4-5 ساعتی از حمله گذشته هنوز آمبولانس ها در این مسیر در رفت و آمد هستند و هر از گاهی صدای شلیک هم از اونجا به گوش می رسد. وزارت داخله 5 ساعت بعد اعلام کرد که یکی از مهاجمان از پا در آمده. درگیری پای نیروهای خارجی را هم به میدان کشاند. گروه طالبان که یک هفته قبل با آمریکا توافقنامه صلح امضا کرده بلافاصله دست داشتن در این حمله را رد کرد. سال گذشته هم در همین مراسم و در سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری از رهبران جهادی شیعه حمله چندین راکت خمپاره 3 نفر کشته و 37 نفر زخمی به جا گذاشت. داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. علی حسینی خبرنگارمان از کابل با ماست. علی، طالبان مسئولیت حمله را نپذیرفته. آیا میشه حدس زد چه گروهی ممکنه پشت این حمله باشه؟ تقریبا طی حدود 2 هفته گذشته، یعنی از زمان آغاز کاهش خشونت ها و تا امروز، این دومین حمله دست کم میشه گفت که گروه طالبان بلافاصله میگه که کار نیروهای این گروه نبوده، به نحوی نشان بدن که حالا پایبند هستن به اون اصولی که با ایالات متحده آمریکا به توافق رسیدن. به هر حال این صحبت های گروه طالبان بیانگر این است که قناعت تمام مردم افغانستان را در پی داشته باشه. اما یک مسئله مهم است که در همان زمان کاهش خشونت ها هم حمله در همین منطقه غرب کابل که عمدتا هزار نشین و شیعه نشین است صورت گرفت، که به برخی گزارش ها گفتن که داعش به عهده گرفته. حمله سال قبل هم داعش به عهده گرفته. یعنی از این نوع دست حملات را که اهداف مشخصشان شیعیان و هزاره است بارها گروه داعش بر عهده گرفته. ولی موضوع مهمی است که طی این بر عهده گرفتن حملات معمولا گروه داعش بلافاصله بر عهده نمیگیره، یعنی فردا یا ساعت بعد میگیره. حالا ما منتظر هستیم که اگر واکنشی از طرف گروه داعش در رابطه با این حمله بروز نکنه، بحث پیچیده‌تر میکنه که چه گروهی پس به عهده گرفته. در افغانستان جدا از طالبان و گروه داعش گفته میشه که 22 گروه دیگر هم دوربر این عدد
فعالیت میکنن، ولی مشخص نیست که فعلا چه گروهی پشت این حمله است. فعلا با قطعیت نمیشه گفت کدام گروه. واکنش ها اون وقت چه بوده تا حالا؟ خب واکنش ها متعدد بوده و بیشترشان دور و بر این بوده که محکوم کردن به ویژه مقام های دولتی خود آقای غنی، آقای کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان. اما رئیس اجرایی افغانستان ضمن این که محکوم کرده به یک موضوع قابل تأمل هم اشاره کرده و گفته که این حمله ابعاد پیچیده دارد. در ادبیات سیاسی افغانستان به ویژه از سیاستمدارا در رابطه با حملات که صحبت میکنن، وقتی میگن ابعاد پیچیده دارد، موضوعش بیانگر این است که فقط کاری گروه شورشی مثل طالب یا مثل داعش است. یعنی سوالهای دیگری دارن که به نظر من رسد باید برخی دیگر از افراد پاسخ بدن. به همین خاطر است که این نشان دهنده است که ابعاد جنگ افغانستان پیچیده تر است، به ویژه زمانی که بحث از صلح هست و عملیاتی صورت میگیرد و سیاسیون میگن که این حملات ابعاد پیچیده ای دارد. ممنونم ازت علی حسینی، خبرنگارمان از کابل با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبر این برنامه. رفت آمد بین شهرهای بزرگ ایران برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا محدود شده. استانهای گیلان و مازندران جلوی ورود مسافر را می‌گیرند. در حمله به مراسم سالگرد عبدالعلی مزاری در کابل دست کم 27 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. ادامه این برنامه. سرگردانی آوارگان سوری در میانه دعوای سیاسی ترکیه و اتحادیه اروپا. وزیران نفت و انرژی 23 کشور صادرکننده نفت در وین جمع شدند تا پیشنهاد کاهش تولید را بررسی کنند. دیروز اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک توصیه کردند که برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت، اعضای اوپک و 10 کشور متحدش تولید نفت خام را در مجموع 1.5 میلیون بشکه در روز کم کنند. نگرانی‌ها از شیوع ویروس کرونا باعث شده در دو ماه اخیر قیمت نفت حدود 30% کاهش پیدا کند. با وجود توافق اولیه اوپک، ظاهراً مخالفت روسیه باعث شده شروع نشست کشورهای صادرکننده عقب بیفتد. خبرنگارمان بهرنگ تاجدین از محل برگزاری این نشست از وین با ماست. بهرنگ، جلسه امروز عقب افتاده، قرار اثر گرفته بشه، چیه جریان؟ ببین 24 ساعت پیش نه تنها جلسه وزرای نفت اوپک تموم شده بود و بیانیه پایانیشون رو اعلام کرده بودن و اینا، که خیلی از این خبرنگارهایی که الان احتمالاً پشت سر من میبینید جلوی در ساختمون جمع شدن هم جمع کرده بودن رفته بودن. چیزی که میخوام بگم اینه که دیروز وزرای نفت و انرژی اوپک خیلی سریع به نتیجه رسیدن. احساسشون این بود که به خاطر بحران کرونا و کم شدن تقاضای جهانی برای نفت و فراورده‌های نفتی، کشورهای صادرکننده نفت لازمه که تولیدشون رو پایین بیارن تا حداقل جلوی افت بیشتر قیمت نفت رو بگیرن. اما در نهایت اون توافق منوط به پذیرش 10 کشور متحد اوپک بود، این کشورهای غیر عضو اوپک به رهبری روسیه. چیزی که از امروز از صبح دیدیم اینه که ظاهراً روسیه خیلی با این پیشنهاد اوپک موافق نیست و فکر میکنه که این اتفاق حداقل اینجوری که اوپک پیشنهاد کرده نباید بیفته. به همین خاطر تقریبا الان 6 ساعت از اون ساعتی که نشست کشورها قرار بود شروع بشه گذشته و هنوز نشست شروع نشده. در مقطعی وزیر نفت ایران بیژن نامدار زنگنه حتی برگشت به هتل برای حالا استراحت و اینها. البته دوباره آقای زنگنه تو همین 1 ساعت گذشته به محل دبیرخونه برگشته، ولی هنوز نشستی شروع نشده. واقعیت داستان اینه که آقای زنگنه هم میگفت که هر دو طرف دارن مقاومت میکنن. غیر اوپکی ها به رهبری روسیه در برابر پیشنهاد اوپک دارن مقاومت میکنن، اوپکی ها در برابر تغییر پیشنهادشون. ببین کمی احتمالی که روسیه ممکنه بگه نه امروز صبح باعث شد قیمت نفت حتی کمتر هم بشه، حالا اگه روسیه واقعا بگه نه چی میشه؟ ببین یه اتفاقش اینه که احتمالاً قیمت نفت بازم سقوط میکنه، هم در کوتاه مدت هم در دراز مدت.
و حالا بعیده که، یعنی ممکنه که کشورهای اوپک دیگه اون برنامهشون برای تولید کاهش تولید 1 میلیون بشکه‌ای خودشونو بذارن کنار و سقف تولید رو در حد فعلی نگه دارن. ولی مسئله دیگه اینه که این همکاری بین اوپک و غیر اوپک ممکنه جدا زیر سوال بره. دفعه‌های قبلی اتفاقی که میافتاد این بود که خیلی وقتا پیش از شروع نشست اوپک عربستان و روسیه با هم به توافق رسیده بودند و کشورهای عضو اوپک مثلا بعضیشون اعتراض میکردن، ایران هم از اونایی بود که از این موضوع ناراضی بود که میگفت اصلا نشست به نوعی تشریفاتی شده. این بار که قبل نشست توافق نکردن، ظاهرا روسیه تا الان حاضر نشده بیاد بشینه توی جلسه رو در رو با همه کشورها مذاکره کنه و چونه بزنه. در نتیجه ممکنه نفس این همکاری بین اوپک و 10 کشور غیر عضو اوپک در کوتاه مدت یا دراز مدت نفس اون همکاری زیر سوال بره و به هم بخوره. حالا باید دید. به نظر میاد که احتمالاً امروز به یک توافقی میرسن. اینکه چه توافقی باشه باید بمونیم تا ببینیم. ممنونم از بهرنگ تاجدین از وین با ما. در تونس کسی که ظاهراً یک مهاجم انتحاری بوده خودش را در نزدیکی سفارت آمریکا در پایتخت این کشور منفجر کرده. در این واقعه 5 پلیس زخمی شدند. گفته شده این مرد موتورسوار در نزدیکی ورودی ساختمان سفارت مواد انفجاریش را منفجر کرده. دولت تونس وقوع انفجار را تایید کرده اما هنوز ماهیتش را اعلام نکرده. در اولین روز بعد از توافق آتش بس میان ترکیه و روسیه، گزارش هایی از درگیری های پراکنده بین نیروهای دولت سوریه و شبه نظامیان اسلامگرا منتشر شده. سازمان ملل، سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه میگوید که در درگیری های بعد از توافق آتش بس 6 سرباز ارتش سوریه و 9 اسلامگرا کشته شدند. با این حال اتحادیه اروپا از توافق آتش بس استقبال کرده. کیوان حسینی گزارش میدهد. ادلب نیمه ویران در نخستین روز آتشبسی شکننده میان ترکیه و روسیه آرام آرام به زندگی عادی باز می‌گردد. دست کم آسمان شهر آرام است و از پرواز جنگنده‌های روسیه یا هواپیماهای ارتش سوریه خبری نیست. اگرچه ساکنان شهر بدبین‌تر از آن هستند که امیدی به موفقیت این آتشبس داشته باشند. درباره توافق فکر نمی‌کنیم که تضمینی برای اجرا داشته باشه. به خواسته ها و نیازهای ما توجهی نشده. این توافق 100% موفق نمیشه، چون ما توافقهای زیادی از این دست دیدیم و رژیم به هیچ کدومش عمل نکرده. حتی یک توافق و تعهد و آتش بس نبوده که اونها زیر پا نگذاشته باشند. آتش بس فعلی نتیجه سفر رجب طیب اردوغان به روسیه و دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است. این دو رهبر دیروز در برابر خبرنگاران حاضر شدند و اعلام کردند که در ادلب آتش بس برقرار می شود. اثری از خواسته اصلی ترکیه مبنی بر عقب نشینی نیروهای بشار اسد به پشت مرزهای تعیین شده در توافق سوچی نبود. به معنای دیگر گویی ترکیه هم پذیرفت مناطقی را که سوریه به دست آورده در کنترل خود نگاه دارد. عملیات اخیر از روز 25 دی ماه کمتر از 2 ماه پیش و با حمایت روسیه شروع شد و نیروهای وفادار به بشار اسد گام به گام در استان ادلب پیش روی کردند. ادلب آخرین منطقه در سوریه است که توسط مخالفان مورد حمایت ترکیه اداره می شود. مخالفانی که بسیاری از آنها اسلامگرایان تندرو هستند. بر اساس آماری که سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه منتشر کرده، در این مدت، یعنی از آغاز دور تازه درگیری ها تا آغاز آتش بس، حدود 1,150,000 نفر به دلیل شدت درگیری نظامی در مناطقی در حلب و ادلب خانه هایشان را ترک کرده و آواره شدند. 325 غیر نظامی هم در این مدت جانشان را از دست دادند و 276 شهر و روستای کوچک و بزرگ به دست نیروهای بشار اسد افتاده است. در میان نیروهای مسلح هم 1129 شبه نظامی مخالف اسد کشته شدند که 793 نفرشان از مخالفان اسلامگرا بودند. 1071 سرباز ارتش سوریه نیز همراه با 27 نیروی نظامی خارجی هوادار اسد و 71 سرباز ارتش ترکیه کشته شدند.
اما برای بشار اسد نه این تلفات و نه حتی آتش بس میان حامی نخستینش یعنی روسیه با ترکیه دلیلی برای پایان دادن به عملیات نیست. به رغم تهاجم ترکیه، هدف مشترک ما و روسیه این بوده و هست که ترکیه سیاستش رو عوض کنه و دست از حمایت تروریستا برداره تا روابط ما عادی بشه. برای ما ترکیه یک کشور همسایه است و به شکل طبیعی می‌خوایم که روابط عادی با این کشور داشته باشیم. اما تا زمانی که اردوغان از تروریستا حمایت می‌کنه، چطور می‌تونیم روابط معمولی داشته باشیم؟ ترکیه اما این آوارگان را علت مداخله‌اش در سوریه عنوان می‌کند. آوارگانی که هر روز بر تعدادشان اضافه می شود و بسیاریشان در نزدیکی مرز ترکیه مستقر هستند. کیوان حسینی، بی بی سی. وزیران خارجه اتحادیه اروپا ترکیه را متهم کردند که با فرستادن مهاجران به طرف اروپا از آنها بهره برداری سیاسی می کند. آنها وضعیت بین مرز ترکیه و یونان را غیر قابل قبول خواندند و هشدار دادند که ورود غیر قانونی مهاجران را تحمل نخواهند کرد. از طرف دیگر ترکیه که میزبان 4 میلیون آواره سوری است، اتحادیه اروپا را متهم کرد که برای حل بحران پناهجویان کاری نمی کند. جرمی بوئن گزارش می دهد. پناهجوهای سوریه یاد گرفتند که در مورد آتش بس تردید کنند. در غرب ترکیه هزاران نفر که از نبرد ادلب و جنگ‌های دیگر خاورمیانه فرار کردند، حصارها را به سمت مرز دنبال می‌کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نهایت تصمیم گرفت که تهدیدش را با به وجود آوردن یک بحران پناهجویی تازه و فشار به اتحادیه اروپا عملی کند. یونان اما درهایش را بسته نگه داشته. برای نسلی که با جنگ و مرگ بزرگ شده و فرصت تحصیل از آن گرفته شده، این ضربه دیگری بود. آینده من از بین رفته، به همین دلیل به آینده بچه‌هام بیشتر فکر می‌کنم. می‌خوام برایشون یه خونه تهیه کنم، برایشون زندگی خوبی درست کنم که به من یا هیچ کس دیگه ای احتیاج نداشته باشن. این خانواده با 6 بچه میگویند وقتی به یونان رسیدند پلیس پولهایشان را گرفت، تمام مدارکشان را آتش زد و آنها را برگرداند. مسئول اصلی این وضع بشار اسد به عنوان رئیس جمهوری شرم‌آوره که بچه‌ها را بکشی و به انسان‌ها آسیب بزنی که بتونی در قدرت باقی بمونی. این مردم در بازی بزرگتری گرفتار شدند. بازی که ریشه در شکست فاجعه بار تلاش‌های بین‌المللی برای توقف جنگ در سوریه داره. بازیگران این بازی قدرت‌های بزرگ نظامی هستند که به خاطر منافع خودشون وارد جنگ سوریه شدند بدون اینکه به امنیت میلیون‌ها نفر توجه بکنند. یک شهروند ترکیه غذا پخش می‌کند. می‌گوید بلکه اروپا ببیند و شرم کند. هوا سرد است. با زباله ها آتش درست می کند تا برای نوزادش شیر گرم کند. بیشترشان در فضای باز خوابیدند. 3 خواهر زیر این پتو هستند. هیچ چادر و سرپناهی نیست و نه هیچ امیدی. جرمی بوئن، بی بی سی نیوز، ادینه، ترکیه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از اینکه با ما همراه هستید.